و در این قسمت برنامه هم یکی از شگفه های دیگر را با خود داریم که با مروجان علوی هست و شعرهای زیبا را تقدیم شما تا چند دقیقه دیگر خواهد کرد. خب سلام، صبحت بخیر مروجان، خوب هستی؟ سلامت باشی، یک صبح بخیری و سلام علیکی با دوستای عزیز مام داری؟ سلام، خسته نباشید. عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و بینندگان عزیز که ما را از پرده تلویزیون راه فردا بیننده می‌باشند. علیک السلام، خیلی خوش آمدی مروه جان، همیال بینیدهای خوب مام سلام خود تعلق گرفت. خیلی خوش آمدی و با آمدن استودیوی ما رنگین ساختیم. در نخست بر ما بگو که صنف چندم هستی؟ صنف پنجم. صنف پنجم، آفرین. فعلا هم در رخصتی های تابستانی امتحانات چطور گذشت بر خودت؟ خوب گذشت. خوب گذشت. چقدر سوالات سخت بود؟ آسان بود مضمونا؟ آسان بود. آسان بود. پس دختر لایق هست دیگه که برش آسان بوده. صنف پنج مرو جان چند تا مضمون دارین خودتا؟ 11 تا مضمون. 11 تا مضمون کدام مضمونش در خود سختی کرد یا نکرد؟ در کل 11 تا 11 مضمون برات آسان بود؟ انگلیسی کم سخت. انگلیسی کم زر سخت بود. باز در کورسای تقویتی انگلیسی هم گرفتی بر خودت یا نه؟ خب تصمیم داره دیگه به خیر نه که انشاءالله مکاتب که دوباره شروع شد، رخصتی تابستانی تمام شد، خودت برد صنف تقویتی هم بگیری. بسیار عالی که در کنار از او بتاند انگلیسیش هم تقویت پیدا کنه. خب به نظرت امتحان ها رو سپری کردی، امتحان ها برد آسان بود، باز در نظر خودت خواد چندم شدی؟ در کدام گروه خواد بودی؟ در گروه علف. در گروه علف، آفرین، دختر لایق هستی. پس واقعا در کل فروزان جان مهمانای ما که هست، دخترای توانا، در کل مهمانایی که ما روز سه‌شنبه دعوت میکنیم شگفه های توانایی هستن که همیشه دستاورد دارن و دخترای لایق توانا. قسمی که ما در بخش قبلی هم شگفه هایی را داشتیم که در بخش گفتن ما هرتای ما لایق هستیم و میتونیم که در گروپ الف قرار بگیریم. بله. همه قسم مهمان این بخش ما هم که از دختر لایق توانایی است که اصلا مضمونای مکتب بر خودش سختی نمیکنه و قسمی که خودش گفت در مضمونای مکتب بر سختی نمیکنه، طبعا در گروپ الف هم قرار میگیره. بله دیگه، وقتی که تو تلاش داشته باشی، پشت کار داشته باشی، دقیقا بر خودت مشخص است که در کدام گروپ قرار میگیری. خب رخصتی های تابستانی تا ایدم چه قسم گذشت؟ کدام جای رفتی؟ در خانه بودی؟ در خانه بودی. جای چکر چیزا نرفتی؟ نه. باز در خانه معمولا چی کارا رو انجام دادی؟ درس خوندم. درس خوندی، آفرین. یعنی خیلی دیگه درسای خود. باز در بین مضمونای مکتب کدام مضمون بیشتر دوست داری؟ ریاضی. ریاضی، آفرین. پس دختر لایق است که مضمون ریاضی برش خیلی دلچسب است و مضمون ریاضی را دوست داره. بله دقیقا فروزان جان، خود ما که در زمان مکتب بودیم مضمونای ریاضی کم زر چالشی بر ما بود. بله. و در کل دخترها قسمی است که دنبال چالش است و مضمونای چالشی مثل فیزیک، کیمیا، ریاضی برشان یک قسم دلچسب تمام میشه. بله. و خوشش میآید که اون مضمون علاقمندی برش پیدا میکنه که بخونه و یاد بگیره. طبعا در ریاضی نمرات ما هم بالا است، نمرات شما انشاءالله بالا است. بله بسیار علی. نسبت به بچه ها نمره دخترها در ریاضی و فیزیک و کیمیا این چیزا خوبتر است دیگه. خاطر جان توصیف از خود ما نشه. ما خود ما از خود تعریف کرده بودیم وقت برنامه ما تمام شد که اینجا همکارهای دیگه ما هم هست اشاره میکنه که ما هم در ریاضی لایق هستیم. در کل همه انسان ها که هست استعداد و لیاقتی که داره در همه مضمون ها نه، بلکه در همه جا موفق هستن و انشاءالله ما هم آرزوی های موفقیت بیشترشان را داریم. بله خب مروه جان، در کنار از اینکه درسای مکتب میخوانی کدام هنر یا چیز دیگر هم بلد هستی خودت؟ هنر نقاشی. نقاشی، آفرین. تا چه اندازه مثلا نقاشی؟ چقدر دیر میشه که نقاشی را رسم میکنی یا میکشی؟ یک و نیم سال شده که در هنر نقاشی کار میکنم، دیگه در سوالی رسیدم. بسیار خوب. فروزان جان، مروه جان در یک برنامه دیگه هم با خود ما داشته باشیم که از نقاشی هایشان بیارن و از نقاشی هایشان و نمایش بگذاریم برای هموطنهای خوب ما. در کل که ما گفتیم شگوفه دعوت کردیم، واقعا شگوفه است که دست والایی داره، بر علاوه ای که دیپلمه میکنه، شاعر شعرهای بسیار زیبا را در هنر نقاشی هم دست والایی داره. بله خاطر جان. بله. قسمی که از 5 انگشتش هنر میباره. نقاشی است
درس در کنارش درس‌های مکتب و شعر و دیگر چیزا. خب امروز مروه جان خودت بر ما چی آوردی در برنامه؟ دکلمه. دکلمه آوردی. پس دکلمه درباره چی است؟ درباره انسان بودن. انسان بودن و انسانیت. بله دوستان عزیز، دکلمه زیبایی از مروه جان بشنویم. بشنویم دکلمه شما. خدایا ای مهربان پروردگارم، روزم را با نام و حضور تو آغاز می کنم، حضوری که آشکار است در درختان و برگ‌های و در برگ‌هایشان، در انوار نورانی خورشید، در نوای زیبایی پرندگان، در هوای دلنواز پاییزی، در نعمت‌های بیکرانت. الهی شکر. اگر مسکینی را دیدی، اگر مسکینی را دیدی ولی از نان امروزت به او چیزی نبخشیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر قاری قرآنی ولی در درک آیاتش دچار شک و تردیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر هر ساله در حجی ولی از حال هم نوعد سوالی هم نپرسیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر چادر به سر داری ولی از زیر چادر به یک دیوانه خندیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر گفتی خدا ترسی ولی از ترس اموالت تمام شب نخوابیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر مرگ کسی دیدی ولی قدر سر سوزن جای خود نجنبیدی، به انسان بودنت شک کن. بسیار عالی. چی یک شعر، چی یک دکلمه عالی. واقعا که یک دکلمه بسیار زیبا پر مفهومی را خودت بر ما داشتی. بله خاطره جان، دکلمه بسیار زیبا اما تو بسیار پر مفهوم، که در هر واژه هر مصرعی که مروه جان دکلمه کرد کلن دنیای از مفهوم بوده. و گفته خود ما که بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش یک گوهرند، چه عضوی را به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. دقیقا انسان و انسانیت ای است که وقتی تو هم نوع خود میبینی در یک مشکلی است، در یک گرفتاری هست، پس تو باید او را چی کنی؟ کمک کنی. قسمی که بدن انسان کلگش یک عضو است، یک قسمتی از بدن انسان، انگشت انسان مثلا درد کنه یا مثلا خدای نخواسته کدام قسم شده باشه، از درد ای انگشت تمام بدن انسان میسوزه و در درد است. پس ما هم هم‌نوا خود، ما کل انسان ها هم همینطور. اگر ببینیم که یک تا از هموطن ما، یک تا از همنوع ما درد را حس میکنه یا که به یک مشکل دچار است، چه خوب است که ما هم با او همدردی و همکاری داشته باشیم. بسیار دکلمه زیبا. تشکر مروه جان. بله بسیار داره مروه جان. بر ما زیان بگو که میخوایی در آینده چی کار شدی؟ در آینده میخوایم دکتر شم. انشالله یک دکتر بسیار خوب و موفق شوی و همچنان مستر خدمت در جامعه. انشالله که انشالله ما بیننده ازی باشیم که مروه جان به حیث دکتر بیننده باشیم. خوشحال شدیم که در برنامه امروز همچون دختر موفق با خود داشتیم. بله خوش آمدین.